شادی لای 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 هی که شادی لای 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 هی که شادی. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما هموطنان گرامی، همه یاران و همراهان ما در پیک شادی. آرزو می‌کنم که نه فقط الان بلکه همیشه سرشار، بانشاط و خوش و خرم باشید، سرتون سبز و دلتون شاد باشه. امیدوارم که برنامه این هفته پیک شادی هم بتونه ما رو در اوقات شاد شما سهیم و شریک بکنه. امیدوارم که مجموع برنامه‌ای که براتون در نظر گرفتیم مورد توجهتون قرار بگیره و مثل همیشه آرزوی ما رو تلاش میکنیم که برآورده بکنه. اون آرزو هم چیزی نیست جز این که خنده رو بر لبها و شادی رو در دلهای شما ببینیم. با ما در پیک شادی همراه باشید. ماشینای کاندیدا تو دند پنج خلاصه، شاخ توی شاخ هم شدن، کوتاه کنم خلاصه. به هم میگن دروغگو با مدرک تقلبی، تو دعواشون هار شدن بازی بیاوانسه. مدعی اصلاحات مزنون اتهامات، پروندش بدجور شده رسوای عام خاصه. گماشته دو پولی تو جنگ انتصابات، میگه که خط من با خط آقا ماماسه. نه این خوبه نه اوشون، لعنت به سر تا پاشون. مناظره به سبک دموکراتیک جماعت، مانکنای تهجر تو ویترین ولایت. جستای ساده زیستی، تفکر فاشیستی، دعوای اسکناس بابا، نه دعوای لیاقت. تو در جنگ با دشمنان نظام، هم تیرم به سنگ خورد و هم کلم، مناظره رو سرم خراب شد. لعنت به سر تا پاش. پرده ها رو گسستم، این دفعه از رو بستم. تب مخاصمه کرد از رهبری سرایت. تو شیب سرنگونی آخر خط همینه، دیکتاتورای بدبخت میشن اسیر ذلت. نه این خوبه نه اونشون، لعنت به سر تا پاشون. تلاش‌های بسیار مضحک رژیم در آستانه خیمه شب بازی انتخابات برای گرم کردن بازار فوق‌العاده کساد این خیمه شب بازی، واقعا از هر زاویه‌ای نگاه می‌کنیم هم خنده‌دار هم بسیار گویا در مورد وضعیت این رژیم پابگور. به قول معروف لگده که به قبر خمینی دجال و به اصطلاح ارزش ها، در واقع ضد ارزش هایی که از خودش به جا گذاشته بود نثار میشه و عقب نشینی پشت عقب نشینی از مواضع اعلام شده خود رژیم. اجازه بدین که یک قطعه طنز در همین رابطه ببینیم بدون اینکه نیازی به توضیح بیشتری در رابطه با آنچه که رژیم در این رابطه کرده باشه. چلو میگه یه رای دارم تو نداره، قابل عزما نداره، رضای بلشگرش کروبی با دور و برش، موسوی هم با اکبرش، رفسنجانی گور پدرش. اویو بدم اویو بیا اویو ندم، اویو بدم اویو ندم، به محمود میدم که سر باشه، این جوروی کل خر باشه، عزما با سش پدر باشه. این مچکرم ممنون، مرسی، خیلی ممنون، خیلی ممنون. این شعری بود که در آستانه انتخابات به ذهن بزرگ و شاعرانه اولمبیزه قیانوری زد. خیلی متشکرم. این در یه شلوغه که صدا به صدا نمیرسه. بله، من غلام قیانوری هستم و از طرف مقام عزمو اومدم تا از حضور گسترده آهاد در انتخابات یک گزارش براتون تهیه کنم. بریم که داشته باشه گزارش اولمبیزه قیانوری در رابطه با انتخابات. آقا میتونم بپرسم شما به کی رأی میدید؟ من میخوام به آقای میر سبزوار کروبی نژاد رأی. خب نظر شما راجع به تبلیغات انتخاباتی و مناظره های کاندیداها چیه؟ احمدی نژاد بگم
بگم نه کروبی کروبی خوشم به هوشت حالا اگه کسدار میکنی من هم تمام نمیدم چون تو رو خواهر کنی میکنی برای من گرانش رو شوهر نمیدمه من نمیدم نه موسوی من یه چیزم من رو به مردم دارم که من یه چیز انقلابی هم همون چیز قبلی که بودم هستم امام هم چیز بود ایشون چیزو پر از فساد چیز کرده من برنامه هم چیزم چیزه مشخصه رضایی من آمدم تا اقتصاد کشور رو نجات بدهم هدفم اینه که دوم بشم توی انتخابات احمدی نژاد آقای قیانوری برگرد یه به موازه امام 300 میلیون تومن جزایری رو چیکار کردید شما نگردید کربی بررسی هست آدم ها رو چیز نیزه میدی به همه من چطور داری که من مثلا یشون نده حسن من نزنه که چیزه کنه تنگیبن ها انفاس کن تنگیبن ها سنگ دعوات کن قرار بود مناظره باشد مناش رفته فقط زردرش مونده من در همه شو بخواهم رنگ آقا شما رفتی اون بانه چی کن؟ من میخوام خودم بکشم من دیگه به تای خط رسیدم من میخوام خودم بکشم خواهش بگم آخه چرا از زندگی سیر شدی؟ نه من میخوام خودم بکشم شما نمیتونی جلو منو بگیرید خواهش میکنم راحتم بده بتون راحت خودم بکشم بابا من که نفهمیدم خوشی زده زیر دلت نه بذار خودم رو بکشم خواهش میکنم از بذار خودم رو بکشم دیگه نمیتونم دیرم بکنم چرا؟ از بدبختی میخوای خودتو بکشی؟ نه بابا جان نه آقا جون چرا مزاحم مردم میشی؟ خواهش میکنم بذار خودم رو بکشم بذار راحت شم از این ای بابا بگو شاید ما هم تصمیم بگیریم خودمونی بکشی بابا تو منو نمیفهمی تو منو نمیدرکی بابا شناسام گم شده فردا هم انتخاباته من بدون رأی دادن نمیخوام زنده بمونم نمیخوام بابا بیا خودتو لوس نکن بیا بریم یه شناسنامه الموسنو برات بگیرم جدی میگی آقا واقعا شما زندگی دوباره به من نقشیدید من خیلی خوشحال شدم فردا من راحت میتونم اب نداره روحت شاد نیتت مهم بود آقا میشه بپرسم شما به کی رأی میدید که من اصلا رأی نمیدم نه رأی نمیدی؟ نه پس معلومه فیلم آقای کروبی رو ندیدی پشتتو نگاه کن بزرگترین شجاعت رو از خودش به خرج داده و در قبال روحانیت ساکت در کنار امام زندان رفته جایی کسی ببینه خیال میکنی که حالا چون تبلیغات انتخاباتی داره این کاری میکنه چای بسیار خوش میکنه این انتخابات هیچ خواستاتی نداشت چای رفت بله چی میگی؟ وای پسر باورم نمیشه بابا چجوری بزرگترین مشکل ایران همین مسئله چای آوردن مردا بود الان آقای کروبی با این تیرن ماکسی که پوشیده بودن حلش کردن آقا واقعا من اصلا باورم نمیشه خیلی واقعا تعجب برانگیز بود آقا من دیگه رنگ دم آقا من دیگه رنگ اصلا این دنیای منو عوض کرد اصلا دنیا هم عوض شد و من میگم رنگ دم کاندیدای مورد علاقمو که آقای کروبی حمایت کنیم اگه مردم عاقل باشن و بیشتر فکر کنن اون چیزایی که مردم ایران میخوان توی آقای کروبی فقط میذارن بله دقیقا همینطوره آقای کروبی مثل بطری میمونن که توشون همون چیزایی که گفتن وجود داره بله من هم نظرم همینه من هم این پولا رو از ایشون در آوردم یامک بلند شد سب کروبی تمومه باید بریم از سوای احمدی نژاد تطبیقات کنیم ولی من آزادی نمیخوام من شرف و آبرو میخوام تو کشورهای خارجی بله منم آزادی نمیخوام حتی شرف و آبروی هم که این خانم گفته نمیخوام من سه روزه دارم تبلیغ انتخاباتی میکنم پولم میخوام که بگیرم برم کشورهای خارجی من هیچی دیگه نمیخوام من داره دیوار انتخابات میره بالا
من اعلام کردم که خانه‌داری هم یه شغل مقدسی است. ما به بانوان خانه‌دار حقوق پرداخت خواهیم کرد و خانه‌داری رو یک شغل محسوب می‌کنیم. آقا داشت نگه دارم پیاده میشید داشت نگه من فیلم هر داری کنم من فیلم هم مصابه با این حرفی که آقای رضایی زد همه رنگ های منو برد سمت خودش. من 30 ساله بیکارم 30 ساله با این برنامه که آقای رضایی دادن خب میرم خانه‌دار میشم یه حقوقی هم میگیرم. خود آقای رضایی هم من خودم پیشنهاد میکنم بعضی که تو انتخابات شرکت کردن ایشون هم خب بیان خانه‌دار بشن جفتمون با هم یه شرکتی یه دکور دونات چه خانه‌داری با هم یه باز میکنیم. خیلی متشکرم داشتی هدف پیاده میشیم. خیلی ممنون. آقا هنوز که اینجا وایسادی با آقای کروبی رأی دادی؟ نه نظرم عوض شد. من تحت تاثیر تبلیغات دشمنان قرار گرفتم و رأی نمیدم. نمیتونم دیگه آقا. چرا اصرار میکنی؟ نمیتونم رأی بدم. پس معلومه فیلم آقای احمدی نژاد رو ندیدی. حالا پشتو نگاه کن. باغچه رو روز تو خود تو نسید چیز بد نسید. یا بادم جونه این جعفریه دیگه بد گیش نیزه بیدم تو رو به باوران نمیشه بزرگترین مشکل ایران مسئله تروکتو شیوید بود. آقای احمدی نژاد با شلوار گرم کن و لباس آسین کوتاه. اشکم بود واقعا چجوری حلش کرد؟ آقا من دیگه رای میدم دیگه. من دیگه نمیتونم اصلا باید دارم رای بدم. دنیا هم عوض شده اصلا الان یه دنیای دیگه شده. من میخوام برم رای بدم. من بلم کن میخوام برم رای بدم. آجوقا خدا بد نده شما اینجا چی کار میکنید؟ بد نبینی والا بنده سکته کردم مردیدم. بله روحتون شد. علت مرگتون چی بودی؟ والا بنده سر و مر و الگنده بودم بعد از اینکه این مناظرهای لعنتی رو دیدم و بعد نامه رفسنجانی رو که دیدم که عظما رو دراز کرده احساس کردم خودم هم باید دراز به دراز بیفتم. پس تکلیف انتخابات چی میشه؟ جمهوری اسلامی فکر اینجا هاش رو هم کرده یک حوزه انتخاباتی در موردشون خانه زدن که روح پرفتوح بنده همونجا رای می داهد. رای بدید به ما رای بشو مسکولی مقام از ما مقام از ما شده آلا دولا قیانون پر پر وحید خبر اینو بچه کرم. ابعاد بی سابقه سگ دعوایی که توی رژیم جریان داره در خلال این به اصطلاح مبارزات انتخاباتی در واقع باید بگیم رو شدن جنگ گورکا در یک زمینه دیگه و در یک سرفصل دیگه با نامه‌ای که رفسنجانی به خامنه‌ای نوشت به نظرم به اوج رسید. نامه رفسنجانی به خامنه‌ای خب موضوعات زیادی درش گنجونده شده بود که طبعا در برنامه‌های دیگه سیمای آزادی بهش پرداخته خواهد شد. من فقط در همین حد می‌خواستم اشاره بکنم که حرفایی زد به احمدی نژاد و تلویحاً به خامنه‌ای داشت به در میگفت که دیوار بشنوه که از هر حیث بی سابقه بودن. حرفای از قبیل دروغ پردازی ها و خلافگویی هایی که بر خلاف شرع و قانون و اخلاق و انصاف بود. یعنی دیگه چیزی باقی نگذاشت برای جناح مقابل. بعدم گفت که در مراسم بزرگداشت سالگرد امام، منظورش سالمرگ دجال هست، به آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردم با صراحت اتهام‌های نادرست را پس بگیرد
که نیازی به اقدامات قانونی نباشد. هفت آب شسته در نامه سرگشاده به خامنه‌ای وقتی اینجوری می‌نویسه، ببینید در صحنه چی گفته. احتمالاً گوشش رو گرفته، گفته یا حرفاتو به زبون خوش پس بگیر و یا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. بعد گفته این جانب و بسیاری از بزرگان تاثیرگذار انقلاب، مثل اینا که می‌خواستن خودشون تعریف کنن، من و سایر دانشمندان علم فیزیک فلان نظر رو داریم، اینا برمیگرده میگه این جانب و بسیاری از بزرگان تاثیرگذار انقلاب مورد تهاجم افراد لاابالی و ضد انقلاب بوده ایم. بعدم که تهدید و خط نشون برای آینده، میگه در موقع مناسب انحرافات و حق کشی های ناگفته انتخابات و اعمال دولت نهم در اختیار مردم و تاریخ قرار خواهد گرفت. بعدم انواع سیخ و سنبه به خود ولی فقیه ارتجا علی‌رغم ظاهر حفظ شده. مثلا میگه رهبر معظم انقلاب اکنون بعد از مرگ خمینی اینا میگه شما مانده اید و من و معدودی از یاران و همفکران قدیم، کاملا خودش رو همسطح و همتراز میذاره. بعدم میگه انتظار هست که برای حل این مشکل و برای رفع فتنه های خطرناک و خاموش کردن آتشی که همکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هر گونه صلاح می‌دانید اقدام مؤثری بنمایید. تهدید دیگه، میگه یا یه کاری بکن و مانع شعله ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید. در پایان این تهدیدات یه شعری هم گفته، سر چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد، نشاید گذشتن به پیل. برای اینکه دیگه این سیخ و سنبه ها رو به اوج رسونده باشه، در امضا هم دوباره یک طعنه و کنایه سنگین دیگه به ولی فقیه ارتجا زده. امضا کرده دوست، همراه و همسنگر دیروز امروز و فردایتان. تعارفات چه کنار بزنیم، یعنی کاملا باز خودش رو همتراز و همسط دونسته، اگر نگیم بیشتر دونسته. در مورد این سیخ هایی که زد، یاد یک نکته افتادم که یک دوستان یه بار فرستاده بود برای پیک شادی، گفته بودیم آخوندی، یک رفیق آخوند دیگر خودش رو به خواب میبینه، بعد شروع میکنه باهاش صحبت کردن که کجایی، میگه طبقه مثلا هفتم جهنم. بعد همینجور وسط صحبت هر از چنگاهی طرف هی آخ و اوخ میکرده. بعد این آخوندی که خواب دیده بوده به اون آخوندی که مثلا مرده میگه چی هی آخ و اوخ میکنی چند ثانیه یه بار، میگه که اینجا یکی از مجازات ها در جهنم این هست که به ازای هر گناه غیر قابل بخششی که داشتیم یه سوزن بهمون میزنن. بعد این میگه این آخوخایی که میکنن مال همین سوزن. بعد راجع به مسائل مختلف صحبت میکنن. آخر کار این آخونده میخواسته مثلا سراغ خمینی رو بگیره، برمیگرده میگه که خب امام کجاست، میگه هیچی الان زیر چرخ خیاطیه. فکر میکنم با این نامه ایم که رفسنجانی به خامنه‌ای نوشت حسابی انداختش زیر چرخ. قومه برم چه خبره؟ شروع کن دیگه، خیلی خاموشی، میخوای روشنت کنم تو همچی روشنشی؟ با یه ضربه استاجی کوچولو روشنت کنم. خواهش میکنم، من با این چیزا روشن نمیشم، زحمت نکشین بی خودی. فکری فقط خودت کشتیت قرق شده، خبر از مقام عظما نداری، خبر از اونایی که استراتژی نظام حالیشونه نداری، حالا اینجوری افه قم و قصه باسه بگیره. آیه دکتر بودنبادر، شما آخر نمیدونین من درگیر انبوهی از این نامه ها هستم که مقامات مختلف نظام، بسیجی ها، پاسدارا و غیر و ذالک نوشتن برای من در مورد شما، گفتن که این آیه دکتر بزن بهادر چه کاره بود که این مناظره ها توی نظام انجام شد. آیه کردن نوشتن آقای دکتر بزن بهادر گفتن که کشک میسابید اینجا، این چه دست پرورده های کلاس استراتژیکی بود که تحبیر نظام داد. آیه دکتر بزن بهادر اینجا مناظره نیست که همجوری آبروی بارو خط خطی کنی. بله آیه دکتر بزن بهادر، ولی اجازه بفرمایید من جوابشون دادم، گفتم که بابا این وسط تنها قربانی آیه
دکتر بزن بادر هست، چرا که اومدن در پیشگاه حقیر تاکتیک استراتژی رو گذاشتن کنار، گفت سر بریدن. اول ضرر کننده جناب آقای دکتر بزن بادر، بزرگ استراتژیست نظام هستن، کسی که 18 چرخ و با بار میلگرد تو سربالایی حراس تو تاریکی دنده عقب میبره بالا، دستیر میکشه سویچ تحویل میده، کسی هست که 150 کیلو دوزار بدون دوپینگ میزنه، هر کیم میخواد بیاد آزمایش بکنه، کسی هست که میتونه روی کورنر خودش هد بزنه و توپو با تور آشنا بشه. ایشون گفت که وقتی حریف میاد برای دوخم با یه زشت و زیبا پشتشو با دوشک آشنا میکنه. بله بله، من خیلی بیشتر از این حرفا گفتم و گفتم که ایشون قربانی شدن. شما چی میگه؟ بسیجی و مقام نظام که نباید اینقدر بابو و نفهم باشه که بیاد پاچه آقای دکتر بزن بهادر بگیره. اولش اومدم که یه خورده از دستت ناراحت بشم، اما همچین که میخوام از دستت ناراحت بشم یهو این سوزن عشقت میره تو تیوب قلبم، میگه فس، همینجوری باد عصبانیت میخوابه. روشن شد یه تیکه برات همچین تیوبی بیام. میخوام بهت بگم که دوستت دارم و با ساز صابونی می‌نویسم تا کفش هوا رو بگیره. روشن شد یه صابونی برات بزنم. میخوام بهت بگم که گل قالی دیدی؟ نه گل قالی دیدی؟ بله دیدم. بعضی وقتا این گل قالی ثابت و ساکت پایبار تر. خواهش می‌کنم آقای دکتر بزن بادر، اختیار داری آقای دکتر بزن بادر. یک نامه جانسوز داریم از آقای فاضل لنکرانی که ایشون نوشتن من شب مناظره تا صبح نخوابیدم، من گریه میکردم. آیه فاضل لنگرانی مثل من، مثل ایشون فکر میکردیم ما چی کار میکردیم، تا صبح همینجور ما هم نخوابیدیم. تازه هر کسی به اندازه فهم و شعور استراتژیکیش اون شب سوخته، مغزم از آتیش جیگرم که داشت برای نظام میسوخت کباب شد. هر کس از اندازه کباب شدن مغزش میفهمه که چقدر استراتژیکی حالیشه که چه ضربه‌ای خوردیم. یه نامه داریم با اسم مستعار خوش که ایشون حسین شریعت مداری. بله ایشون نوشتم که حسیناشو ندارم. بله نوشتم که آقای دکتر بزن بادر صدای پای خطر به گوش میرسه. اوه تازه حسین شریعت مداری صدای پای خطر رو شنیدی تو؟ تو با این گوشای تیزت چرا خرگوش نشدی؟ حکایت هزار پاس که صبح میخواست بره بیرون تا اومد کفشو کلا کنه کفشاشو بپوشه شب شد همه داشتن بر میگشتن، تازه میگه صدای پای خطر به گوشم میرسه. اگه یه موقعی یک دونه پروانه اومد نشست رو شونت حتما بکشش، چون اون با این سلیقش همون بهتر که بمیره. خطر جوپا زده تو سینهش، اون پای خطر که تو میگی صداش به گوشت خورد از این گوشت رفته تو، از اون گوشت اومده بیرون، تازه فکر کرده صدای پا شنیده. برو سر سوال بعدی. آخه من نمیدونم خوش، برو سر سوال بعدی. های دکتر بزن بادر یه نامه ای داریم از هر که من سرمم ببری این نامه رو نمیخونم و همینجور دو دستی تقدیمش میکنم. فکر کردی من نامه هر هاشمی رفسنجانی رو از تو میگیرم میخونم؟ مگه من تاکتیکی هستم؟ من استراتژیکی هستم؟ صد سال سیاهی نامه رو نمیخونم. ایشون توی این نامه بد جوری مقام عظما رو مالوندن و بردن زیر سوال. تازه یه زیر سوال بردن تو میگی، یه زیر سوال بردن میشتوی، یه زیر سوال بردن اون کاری که اون کرده. من خبر دارم اونطوری که اون برده زیر سوال، آدم راضیه که مقام عظما زیر ماشین بره ولی اینجوری زیر سوال نره، زیر تریلی 18 چرخ با بار میرگرد بره ولی اینجوری زیر سوال نره، چون اونجوری قرار عکس برگردونش رو آسفالت جاده میمون، اینجوری هیچ ازش باقی نداشته. نامه نوشته تو مطبوعات، آخرش به جایی که حرمتی رو رعایت بکنه که مثلا مقام عظماست، گفته دوست و نمیدونم همکار و همرز و از این حرفا باش صحبت کرده. تای نامش تهدید کرده که سر چشمه شاید به بستر به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. حرف گنده ای میخواد بگم. بله چنان شد زمانه به عظما سیاه که سوزان ابرو و ریش و سیبیل، کاری که این با مقام عظما کرده. رژیم تو گلگیر کرده آخوندی خب هر کاری که میکنه و هر تلاش و تقلایی که تو این باطلاق میکنه بیشتر فرو میره.
داستان مناظره های انتخاباتی هم که ظاهرا ابتکار خامنه ای بوده برای اینکه یه جوری مسائل خودش رو حل بکنه و در زدن به جناح مقابل، نه که اصلا در توان و ظرفیت این رژیم نیست، اصلا به گروه خون این رژیم نمیخوره که ولو کنترل شده و مهار شده و بدون زدن به مرز سرخاشون با حمله بتونن مناظره بکنن، آنچنان بر سر رژیم آوا شد و آنچنان ضربات استراتژیکی برای این رژیم به همراه داشت که فعلا به نظر میسه اون سرش ناپیداست. آه و ناله است که از اقصانقاط رژیم به هوا بلنده. مثلا آخوند فاضل لنکرانی گفته که ما در این مناظره مشاهده کردیم اسراری که مربوط به نظام بود و افشای آن برای هیچ کس جایز و صحیح نبود مطرح شد. نکته جالبیه دیگه، بحث اصلا این نیست که این همه دزدی و جنایتی که این وسط یه گوشش رو شد مثلا اغراقی درش بوده یا اینا واقعی نیست یا چیزای از این قبیل، فقط بحث اینه که اینا اسرار نظام بود نباید رو میشد. دوستی نوشته بود چند وقت پیش توی یکی از نامه ها برای پیک شادی که میگن که یکی روی دیوار نوشته بوده خامنه ای احمق است، بعد میگیرنش حالا به عنوان لطیفه و محکومش میکنن به 50,000 تومان جریمه نقدی و اعدام. بعد میگه چجوریه بالاخره 50,000 تومان برای چی، اعدام برای چی؟ میگن که 50,000 تومان به خاطر اینکه دیوار شهرداری رو کثیف کردی، اعدام به خاطر اینکه اسرار نظام رو فاش کردی. حالا اینا بحثش اصلا این نیست که چرا مثلا دزدی نبوده و شما گفتید، چون دیگه مشخصه که همه این دزدی ها و جنایات به اضعاف بیش از اون چه که مطرح شد وجود داشته. میگه اینها مطرح کردن علنیش جایز و صحیح نبود. بعدم گفته که مناظره 13 خرداد، منظورش مناظره بین موسوی نخست وزیر خمینی و احمدی نژاد گماشته خامنه ایست، محاکمه نظام بود. و باز جای دیگه گفته که انقلاب به مسلخ کشیده شد. روشنه که منظورش از انقلاب هم همین رژیم جنایتکار آخوندی است. و بعدم گفته که بنده شب مناظره تا صبح نخوابیدم و اشک ریختم. حالا بیشترش رو هم بایستی بریزه. و باز جای دیگه میگه چطور میتوان این موضوع را جبران کرد و برای 30 میلیون بیننده تلویزیونی تفهیم نبود که مطالب مطرح شده اشتباه بوده است. بعدم دیگه گفت اینا غیر اخلاقی بود و ناعادلانه بود و اینا نباید از سوی رئیس جمهور کشور مطرح بشد و حرفای از این قبیل که به هر حال صف‌بندی و جناح‌بندی خودش رو هم در خلال این صحبت‌ها نشون داد. ولی آنچه که کاملا مشخص از خلال همه این آه و ناله‌ها که البته بیشترش هم و بسیار بیشترش هم هست و در جاهای مختلف از مقامات مختلف رژیم میشنویم این است که ضربه استراتژیک سنگینی کلیت نظام تو این قضیه خورد. انشاءالله این نشاط و شور آفرینی رو حفظ کنید برای ملت که در نهایت انضباط صورت گرفت. اگر این نظم و ترتیب رو حفظ بکنند و در روز انتخابات با حضور آگاهانه شون در پای صندوق ها و با همون نظم و انضباط صورت بگیره، یه ابهت نشاط انگیزی فراهم میکنند. آنچه زد بر این نظام از بن گلاب، خیمه شب بازی است به نام انتخاب. این پدیده واقعا شگفت‌آور، ما قرار داریم که میتواند به دوربین نگاه کنیم یه سفید رو بگه سیاه و اصلا تعجب هم نکنیم. به گسترده تکرار میکنیم که این دولت دروغگوست، که اگر احمدی نژاد گفت ما سفیده مردم باور نکنن. من رئیس جمهور میخوام بشم. موج فرنگی را به مسئله اول کشور تبدیل کردن. یک کشوری که در آمریکای جنوبی است، همه دنیا اون رو به عنوان کانون فساد و مواد مخدر و پولشویی میشناسن. این شده رده 71، یعنی 70 رتبه بالاتر از ایران. بنده پرچم‌دار مبارزه با فساد هستم. این خیمه شب بازی نتایج کناری هم داشت، از جمله رشد هنر هفتم، از فیلم های رسمن فیلم تا فیلم های به ظاهر مستند و در واقع فیلم. آقای پوسنی، من سلامت فکری بچه ما میخوام. ما بعد کفشمون صفر بستیم. رژیم در حسرت کشوندن مردم به پای صندوق ها جلز و بلز میکنه. موی
چقدر شناسنامه اینجاست. حالا پس فردا بیشتر از 46 میلیون شناسنامه میتونن بازم مهر بخونن. کی 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 آخه کی میاد بس بده رای بی بی وای بی بی مگه که بی بیت بده بزنن. واسه امتحان پیش شورا نگهبان پرسیدم از یکیشون اسم چیه اخو جون خوشو برگردوند و گفت گفتم آهای حیولا سرتو بگی بالا چی گفتی باز گفت ولی فقی که از دور این صدا رو شنیده گفت عجب صدای این تو کجا چریده با این که من میدونم کسی بهش رای نمیده اما بدون قبوله چون بیبیش که میده. کی 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 کیه که به تو بده رای بی بی مای بی بی مگه بی بیت بده بده رای. تو جریان دست رو کردن مقامات مختلف رژیم از همین دیگه در این به اصطلاح مناظره های انتخاباتی دیگه اونچه که به عنوان نقل و نبات و گوشه کنار و قاطی بحث‌های دیگه رو میشه مثلا دزدی‌های چند ده یا چند صد میلیارد تومانی مقامات مختلف رژیم است. از جمله مثلا مشخص شد که از شهریه‌های دانشگاه آزاد هم خانواده رفسنجانی 77 میلیارد تومان یه قلم دزدیدن که تازه اون سایت جنایت مقابل گفته که اسناد محل هزینه این پول رو هم پیدا کردیم اونم جداگانه منتشر می‌کنیم. یعنی مثلا می‌خواد دوبار افشاگری بکنه سر همین مورد. ابعاد انقدر زیاد هست که حتی واشنگتن تایمز داستان این افشاگری ها و خبر تصمیم رفسنجانی برای تحت پیگرد قرار دادن احمدی نژاد رو منتشر کرده. بعد یه سایت دیگه باز مال جناح خامنه ای نوشته که پول مانتوهای سبز اهدایی فائزه هاشمی به ستاد دختران فیروزه ای که به صورت رایگان توزیع می شود را چه کسی و از کجا پرداخته است. اینا که چیزی نیست که اینا یه قلم 77 میلیارد از اون ور فقط بلند کردن. تازه این ننوشته که همراه با این مانتوهای سبز خط تلفن اعتباری هم میدادند و با این شیوه تلاش میکردن که یه جوری افراد رو بکشونن برای اینکه مثلا رأی خودشون رو بفروشن. یا حتی نمونه‌های زیادی از قبیل 150 هزار تومان در روز برای اینکه عکس این کاندیداها رو مثلا کسی به ماشینش بزنه و بپذیره که اینجوری ماشینش با نجاست تصویر این آخوندها آلوده بشه و شیوه های مختلف دیگه که برای خاص رژیم آخوندی است برای گدائی حضور مردم در حوزه هایی که همه پیشا پیش میدونن سوت و کور و کساد خواهد. عثمان صورتی به ما رو بردی این منطقی رو بازه چی آوردی نشون به اون نشون یادته با محمود و یه عباد نشوندی گفتی این بابا نبود دوای دردونه اما این بابول داره نظام رو میباشونه. عثمان صورتی به ما رو بردی این منطقی رو بازه چی آوردی همش میگی خمارم حتی پتوم ندارم میخوام با این مگز خوش حال تو جا بیارم. تو برج زهر ماری تو دنیا جا نداری همش یه جا نشستی دماغ تو میخوری بابا اون محمود ریز و رها کن یا اینجا دوشاشو سما کن از اون اول همه شودات خطا بود بیا مرم بشود بازم خطا کن بیا مرم بشود بازم خطا کن. عثمان صورتی دل ما رو بردی این انتری رو باز چی آوردی عثمان صورتی دل ما رو بردی این انتری رو باز چی آوردی عثمان صورتی دل ما رو بردی. مقام عثمان تو سخنرانی های مختلفشون تو سنندج این ور اون ور گفتم که من بی‌طرفم من از هیچ کاندیدی حمایت نمی کنم. آقا ایشون مگه بی‌طرف نبودم چرا ایشون اینطوری بردن زیر سوال؟ آخه وقتی دو نفر دارن با هم دیگه بوکس بازی میکنن داور نگاه میکنه 90 درجه دور وای میسته
که اون وسط چیزی به پک و پوزش نخوره. اگه داوره بره پشت یکی از اینا وایسه، مشتی که میاد اگه به اون طرفم نخوره میخوره تو پک و پوز داور. تازه اون وقت خیلی بدتر میشه، چون لاقل اون بوکسوره حفاظ دندون داره، حفاظ کله داره، گارد گرفته، دستکش داره، صورتش هم چرب کرده اومده برای خوردن. اما داوری که پاپیون زده رفته اونجا همینجوری دست بلند کنه، وقتی مشت بخوره تو پک و پوزش میفته. به خاطر همین تو بوکس هر وقت که داور مشت میخوره دیگه بلند نمیشه، با خاک انداز جمعش میکنن میندازن رو برانکار میبرن. دیگه نه از اون داوره داور در میاد، نه بوکسور در میاد، نه تماشاگر بوکس. ول میکنه میذاره کنار. میخوام بگم که وقتی کسی که قراره بیطرف باشه بره پشت یکی، استراتژیکی میخوره. سربسته بهت گفتم. ولی من اینو نمیفهمم که ایشون چرا رفتن پشت سر یه بوکس وایسادن که اینجوری بخوره تو پک. هی من دارم سربسته برای تو نسخه استراتژیکی میپیچم که وارد این بحثا نشو. هی دوباره پاتو کردی تو یه کفش کسی صحبتو بکنی. عجب بدبختی گیر کردی ما. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن طرف رفت پیش دکتر. دکتر گفت آقا تو کف پات صافه. برای تو نسخه یک کفش طبی نوشتم. طرف گفت قبل از قضا یا بعد از قضا. میخوام بگم این نسخه که برای پیچیدم تو اصلا نفهمیدی خوردنیه یا پوشیدنی. من این توهین شما رو ندیده میگیرم و میگذرم ازش. به سبک مناظره ها مطلقا واردش نمیشم، ولی میخوام که همه سوالاتم رو جمع کنم و تو یک جمله کوتاه بپرسم که آیا دکتر بزن بادور چرا مقام عظما رفتن پشت سر یه بوکسر واسدن که اون مشت رو بخورن؟ چرا استراتژی رو اومدن فدای تاکتیک کردن و سر استراتژی رو در پیشگاه تاکتیک بریدن؟ خب ببرم الهی، هی من دارم توضیح میدم، هی تو میذاری این طرف اون دارم. چهار تا برگ جلوشه، یکیش که آخه اون سبزنیه که دهن من باز نکن. بالاخره سبزری همونیه که معتقده برای که شکست نخوری هیچ کاری نکن. از زمانی که ریزش کرد و رفت و بال کار فرهنگی دیگه هیچ کاری نکرده. ایشون گفتن که من توی انتخابات دوم میشم. بیکاریه برای خودش یک کاریه، حیف که تعطیلی و مرخصی و از این حرفا نداره. روشن شد یا بفرستم مرخصی؟ بی خودی یه برگش روشن نمیشه. اون یکی برگم مک مهتی کروبیه که همه میدونن بالاخره یه روزی یه نفر رفت تونست، یکم مثل ایشون هر بار رفت هیچ وقت نتونست. اون یکم که به تعدیگ سوخته میخوره. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن به هدون. عرض میکردم بله. میفهمودن طرف رفت برنج بخره، گفت آقا برنج داری؟ این طرف گفت نخه، برنج بود همون شده. گفت اشکال نداره، تعدیگم بدین قبول میکنم. میخوام بگم اونم که تعدیق سوخته است. تازه دعوای جنایی هم که نخواستم وارد بشم. پس مقام عظما که مغز چیزی نخوردن که ماشینی که تو دره داره میره سرپایینی دنبال عوض کردن رانندش باشن. یک دونه سوال اساسی هست که هم سوال مجری برنامه استراتژی هست، هم سوال اغلب امت همیشه در سنه، و اون سوال اینه که آقای دکتر بزن‌بهادر چرا خودشون توی مناظره شرکت نکردن؟ درسته که همه رو فتیله پیش میکردن و میذاشتن کنار، ولی نمیذاشتن اینجوری نظام جر و واجر و نفله بشه. برای اینکه آبروشون رو از سر راه پیدا نکردن که همینجوری بره. برای اینکه به لحاظ استراتژیکی حالیشه که چی به چیه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن‌بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن دزد مشنگ اونیه که بره جیب خودشو بزنه. مگه من دزد مشنگم که برم تو مناظره همینجوری از جیب خودم آبرو بریزم بره؟ آیا دکتر بزن بره؟ خواهش میکنم شما جیب خودتون رو نزدین، شما جیب مقام عظما رو زدین که اینطوری مقام عظما رو به شکل استر بیشون سر جد بیشون سر جد نوبت منه بخیر نوبت منه ساکت باش ساکت. اول که بحث رو خوب شروع کردی یه حرفایی زدی که اومدی نشستی تو دلم، بعد با باز کردن استراتژیکی بحث رسوندی به اوج، بعد با این جنبندی آخر ضایع کردی خودت، همه بحثات رو به این وضعیت نشوندی. ناکه نوبت منه نوبت منه. من مقام عظما رو آبروشون ریختم، نوبت تو بذار بعدا برای کاندید قایم صحبت کن. جلو من لازم نکرده خواهش میکنم آقای دکتر بزن بادر مقام عظما رو من آبروشو بردم به عنوان مجری برنامه. میخوام شما ساکت بشید من صحبتمو We'll be right back.
ماشینای کاندیدا تو دند پنج خلاصه، شاخ توی شاخ هم شدن، کوتاه کنم خلاصه. به هم میگن دروغگو با مدرک تقلبی، تو دعواشون هار شدن بازی بیاوانسه. مدعی اصلاحات مزنون اتهامات، پروندش بدجور رو شده رسوای عام و خاص. گماشته دو پولی تو جنگ انتصابات، میگه که خط من با خط آقا مماسه. نه این خوبه نه اونشون، لعنت به سر تا پاشون. مناظره به سبک دموکراتیک جماعت، مانکنای تهجر تو ویترین ولایت. جستای ساده زیستی، تفکر فاشیستی، دعوای اسکناس بابا، نه دعوای لیاقت. تو در جنگ با دشمنان نظام، هم تیرم به سنگ خورد و هم کلم، مناظره رو سرم خراب شد. لعنت به سر تا پاشون. پرده ها رو گسستن، این دفعه از رو بستن. تب مخاصمه کرد از رهبری سرایت. تو شیب سرنگونی آخر خط همینه، دیکتاتورای بدبخت میشن اسیر ذلت. نه این خوبه نه اونشون، لعنت به سر تا پاشون. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان وقت برنامه این هفته. از همه شما عزیزان که با ما همراهی کردیم بسیار ممنون و متشکر هستیم. امیدوارم که برنامه متوجهتون قرار گرفته باشه. آدرس ایمیل برنامه رو خیلی سریع یادآوری بکنم: pekshadi@irantv.com. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و آرزوی سلامتی و موفقیت و نشاط براتون. خدا نگهدار. Hey, 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 hey